کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تاریخ مشروطه. برآمده از حوادث و رویدادهای پیش و پس از انقلاب مشروطه. اثری پژوهیده و بسیار گرانقدر از احمد کسروی. احمد کسروی نویسنده، دگراندیش، ادیب و مورخ قرن 13 و 14 شمسی. صفحه 531. چون در تاریخ 9 شهر ذی‌قعده 1325 جماعتی مفسد و اشرار و عوام کلانعام در مقام شورش و طغیان و مخالفت اساس مقدس و مشروطیت برآمده، به ترک رعایت حرمت اشعار حرم گفته و برخلاف میل اولیای دولت و رؤسای ملت به مجلس مقدس شورای ملی شهید الله ارکانه حمله برده، استعمال اسلحه و شلیک نمودند و از آنجا به میدان توپخانه رفته و جماعتی مؤممین شورش طلب به معاونت احتشاد و اجتناد و عنوان انقلاب جهاد دعوت نموده، در مقام عربده و حرکات وحشیانه برآمدند. علی آقا صراف و اسماعیل خیاط را بی موجبی مجروح سخت و عنایت الله مظلوم را در وسع احوال مقتول و آویزه درخت نمودن و چه در بهارستان و چه در میدان و چه در مجامع و محافل توطئه و تمهید و مجالس مواضعه اشخاص مفصله زیر خسرو خان مقتدر نظام، اسماعیل خان، سید محمد خان سنی، حضرت سید کمال منشأ مخاطرات و مطرح مذاکرات و برهم زدن انتظام و انگشت نمای خاص و عام و باعث وحشت و اضطراب ملت و اسباب انقلاب مملکت و مفسدی و مخالفت مشروطیت معرفی و شکایت عموم مردم را موجب شدند و از جانب اعلی حضرت عبدس همایون شاهنشاه مشروط خواه به حکم عدل و نسبت به موجب دست خط ملوکانه مقرر شد که در محکمه جزا به محکمه و استنتاق اشخاص مزبور قیام و پس از سقوط تفسیر به قانون شرع انبر مجازات آنها اقدام شود و در استنتاق اعم از اقرارات آنها در حق خود یا اظهارات و اخبارات در حق یکدیگر
بر محکمه جزا ثابت و محق گردید که مشارون الیهم آمر و ناهی ارازل و اوباش و پیشرو قائد اجامر و البات و مباشر امور و مهیج و محرک شورش طلبان و مفسدین و مصدر امور وحشیانه بوده و خلاف نظم و امنیت و مخالفت قوانین مقدسه مشروطیت را مرتکب و احداث فتنه عظیمه را مدبر بودند و جنابان مستطابان افاضات نصابان حجج الاسلام و المسلمین مقتدر الانام زخایر الایام کهوف الارامل و الایتام آقای آقا سید عبدالله مجتهد و آقای آقا میرزا سید محمد مجتهد و آقای امام جمعه و آقایان دیگر مت الله مسلمین به طول بقائهم در باب مجازات آنها مرغوم فرمودند که اولاً به ضرب و تعذیب زاجر موجعی که موجب عبرت بر مفسد و جلوگیری از این قبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده باشد در حق آنها علناً معمول شود و بعد الزجر تحت الحفظ و مقلولابه کلات برده شوند و مدت 10 سال در آنجا محبوس باشند. لذا محکمه جزا تصدیقاً و امتثالاً مقرر می‌دارد به نحوی که از محضر منور علمای اعلام و مجمع مقدس حضرات حجج الاسلام دامت برکاتهم حکم مجازات در حق آنها صادر شده است، عاجلاً به موقع انفاذ و اجرا گذارده شود و علاوه بر آن هر یک از این اشخاص که به شؤونات و امتیازات نظامی و غیر نظامی نایل هستند از شؤونات و امتیازات انفکاک ابدی خواهند داشت. فاعتروا یا اول الابصار. محل مهر محکمه جزا صدق الملک رئیس محکمه جزا شیخ علی قاضی ارداغی احمد ابن محمد مهدی معاون حضرت محسن مجد الممالک. پیداست که این حکم به دربار و به ملایان و دیگر بدخواهان مشروطه بسیار گران می افتاد، ولی همان روز در حیات عدلیه با بودن وزیر عدلیه و وزیر جنگ و نمایندگان انجمنها و چند صد تن از تماشاچیان به کار بسته شده به هر یکی از آن 4 تن 2000 شلاق زدند و سپس هر 4 را خسته و کوفته به روی گاری نشانده روانه کلات گردانیدند. اما کشندگان فریدون چون می باید بازپرس و رسیدگی بیشتر گردد، داستان آنها را در جای خود خواهیم آورد. نخستین خونریزی در تبریز. در اینجا باز از آذربایجان سخن می‌رانیم. در این میان در آنجا نیز چه در ساوج بلاق و چه در خود تبریز یک رشته داستانهایی رخ میداد، اما در تبریز چنان که گفتیم میر هاشم دست جدا کرده از کارشکنی باز نمیستاد و لوتیان دوچی میدان یافته آنچه میتوانستن از بهم زدن ایمنی خودداری نمی نمودن. کنسول روز همچنان پافشاری کرده گرفتن نایب کاظم و هم دستانش را میخواست و از آن سوی تفنگداران دوچی به پشتیبانی از آن برخواسته نافرمانی و ایستادگی نشان می دادند. هر زمان آشوب دیگری رخ می داد و لوتیان شبانه به در خانه ها رفته از توانگران پول می ستدند. کنسول می گفت کسانی شبانه به در کنسول خانه رفته با آهنگ کشتن او را داشتند و همین را بهانه گرفته 25 قزاق به تبریز خواست و شماره پاسبانان کنسول خانه را 2 برابر گردانید. این داستان در تهران در مجلس به گفتگو گذارده شد و از وزیر خارجه پرسش رفت، ولی او در پاسخ روشن نتوانست و همانا داستان با آگاهی از دربار می بود. فرمان فرما تا در تبریز می بود اندک جلوگیری می رفت و چون او رفت انجمن جلوگیری را از بیگلر بیگی خواستار شد، ولی نتیجه دیده نشد و خود پیدا می بود که کار به خونریزی خواهد کشید. در این میان عید قربان رسید. چنان که می دانیم در زمان خودکامگی در این عید شطوری می کشتند، بدین سان که جانور بی زبان را با منگوله و زنگوله آراسته و سوارگانی از پس و پیشش افتاده با سرنا و دهل 1 روز و 2 روز در بازار می گردانیدند و شادی ها می نمودند و روز قربان می کشتند که هنوز جان از تنش در نرفته درباریان بر سرش می ریختند و هر تکی از گوشتش در دست دیگری می ماند.
سرش را هم برای ولیعهد یا شاه می بردن. این یک کار خونخوارانه بدی می بود و از این رو انجمن از آن جلو گرفت. ولی میر هاشم که دستگاه فرمان روایی برای خود چیده و به دلگرمی پول محمد علی میرزا و زور تفنگداران دوچی و سرخاب خود را در جهان دیگری می دید، فرمان شتر قربانی داده و کهنه درباریانی بدانسان که همه ساله می کردن شتری را کشتن و سرش را برای او بردن و از او خلعت و پاداش گرفتن. از این کار مردم دانستند میر هاشم هوای دیگری می دارد و هیچگاه رام نخواهد گردید. همان روز لوتیان و باشان دوچی به بازار ریخته با شلیک گلوله دکانها را بندانیدند. شب نیز در مغازه های مجید المول شلیک بسیار کردند و دسته به در خانه حاجی مهدی آقا رفته آن را آتش دادند. انجمن ناچار شد به چاره برخیزد و فشنگ به مجاهدان بخشیده دستور جنگ و جلوگیری داد. و از روز آدینه 26 دی ماه 12 ذی‌حجه جنگ در میان دو سو آغاز گردید. دوچیان مغازه های سید حمزه را سنگر گرفته، مجاهدان نیز در چند جا سنگر بسته بودند. گلوله چون تگرگ می بارید و چه بسا رهگذریان بیگانه که نابود شدند. انجمن توپی بروی پل غاری که در میان دوچی و دیگر کوی ها می بود فرستاد و چون تا آن روز تبریزیان جنگ ندیده و آواز توپی نشنیده بودند و چون گفته شدی فلان شهر را به توپ بستند، انبوه مردم چنین پنداشتندی که با یک توپ نیمی از یک شهر ویران گردد. از این رو بیم سراسر شهر را گرفت. با این همه توپ را هم آتش نکردند. دو روز جنگ برپا بود و 20 تن کمابیش از دو سو کشته گردیدند. از مجاهدان به نام حاجی خلیل فرشی کشته شد و او نخستین قربانی مجاهدان آذربایجان است. این مرد حجره در بازار می داشت و یکی از توانگران به شمار می رفت. با این حال به نام غیرت و آزادی خواهی به مجاهدان پیوسته، با آنکه سالش بیش از 50 می بود، سنگینی تفنگ و فشنگ را به خود آسان می گرفت و در این جنگ که بیشتر کسان ترسیده پا به جلو نمی گذاردند، او دلیرانه پا به جلو می گذارد و از این رو با گلوله‌ای که به سرش خورد افتاد و جان داد. پس از دو روز آرامش روی داد، ولی همچنان بازارها بسته و آمد و شد بریده و سنگرها به جای خود می بود. شبانه و باشان به در خانه ها رفته پول می گرفتند. چند روز با این حال گذشته، روز 5 بهمن بار دیگر در میان جنگ و تیراندازی آغاز یافت و باز دسته‌ای کشته گردیدند. در این میان نمایندگان انجمن در تلگرافخانه با تهران در گفتگو می بودند و درباره آرامش شهر چاره می طلبیدند. از دربار اجلال الملک را که نماینده انجمن نیز می بود، رئیس شهربانی برگزیده رشته کارهای شهر را به او سپردند و او بیدرنگ به کار برخواسته جلوی جنگ را گرفت. از آن سوی چون محرم فرا می رسید و بایستی کوی ها بسیج کار کنند تا دسته های سینه زنی بیرون آورند، این خود مایه دیگری به فرو نشستن آتش جنگ گردید. از آغاز محرم بازارها نیمه باز و نیمه بسته می بود، ولی دسته های سینه زن آمد و شد می کردند. از آن سوی اجلال الملک در اندک زمانی سامان به کارها داده و همه پاسبانان رخت شیک یکسان از ماهوت مشکی با کمربند چرمی و دکمه و نشان پوشانید و سردسته ها به آنان گمارده همه را به کار انداخت. در زمان مشروطه نخستین شهربانی به سامان در تبریز بنیاد یافته و این آغاز آن می باشد. نیز دسته هایی را از سوار شاه سبن و از قزاق به پشتیبانی شهربانی برگزیده به گردش در شهر باداشت. کوتاه سخن، در چنان هنگام دشواری اجلال الملک کاردانی نیکی از خود نشان داده شهر را پس از آن آشفتگی و آرامش آورد. من نیک به یاد می دارم که چگونه این دسته ها با موزیک در بازارها می گردیدند و آرامش را برپا می گردانیدند. این جنگ در تاریخ مشروط ارجمند است، زیرا بازیانهایی که رسانید یک سودی در بر می داشت و آن اینکه مردم جنگ را دیده از ترس بیجایی که درباره آن می داشتند بیرون آمدند. نیز مجاهدان جنگ را دیده آزموده گردیدند و برای یک جنگ بزرگتر دیگری آماده شدند. در نتیجه این جنگ بود که پس از بمباران مجلس چون شاه سپاه بر سر تبریز فرستاد، این شهر همچون دیگر شهرها دست و پای خود را گم نکرد و آن ایستادگی را نشان داد. در این جنگ یکی از
سردستگان ستارخان می بود که چون کاردانی و دلیری از خود نشان داد به نام آوازش افزوده شد. همچنین مجاهدان قفقاز در این جنگ کاردانی از خود نمودند. ایستادگی های دوچیان. ولی با این جنگ و خونریزی لوتیان دوچی دستگیر نگردیدند، زیرا در کوی خود ایستاده به این سو نمی آمدند و راستی آن که آمد و شد در میان دوچی و سرخاب با دیگر کوی ها بریده شده و دوتیرگی این زمان رویه سختری به خود گرفت. اجلال‌الملک می دید که اگر بخواهد به دستگیر کردن لوتیان پردازد دوباره جنگ در خواهد گرفت. از این رو چشم پوشی نموده همین اندازه می کشید که دوباره آشفتگی رخ ندهد. در 10 روز محرم نیز که دسته های دوچی و سرخاب به بازار می آمدند، دوچیان تا می توانستند خشم و کینه نشان می دادند، به ویژه روز تاسوعا که شیر به بازار آورده بودند. ما در این تاریخ از داستان‌های دسته‌های سینه‌زنی محرم که یکی از گرفتاری‌های زمان خودکامگی می‌بود و تا سال‌ها پس از مشروطه نیز باز می‌ماند سخنی نرانده‌ایم، ولی در اینجا به اندک سخنی نیازمندیم. این دسته‌ها که از درهم آمیختن نادانی‌های شیعه‌گری، هوس‌بازی‌های آمیگری و خودنمایی‌های لوتیگری پدید آمدی در همه شهرهای ایران رواج می‌داشت، ولی در تبریز رواجش بیشتر بود. از 1 محرم تا 12 آن کارها خابیده به این پرداخته می شد. این دسته ها که از هر کوی یکی برخواستی برخی از آنها را ویژگی ها می بود. مثلا همان دوچی روز تاسوعا شیر به بازار آوردی، بدین سان که مردی را پوست شیر پوشانیده به روی تخت نشانده با خود گردانیدی. این ویژه آن کوی می بود که دیگری آن را نیاوردی. گفته شدی که آن پوست از آن کوی دیگری می بوده و دوچیان از دست آنان رو بودند و از این رو به نگهداری آن کوشیدندی. روز تاسوعا که بودی اندوهی از مردم آن کوی به ویژه از سیدان به دسته در آمدی، بدین سان که از 2 سو دست به کمربند یکدیگر انداخته زنجیره بس درازی پدید می آوردن و شیر را به میان انداخته شعرخانان و سینه کوبان روانه گردیدندی. لوتیان با تپانچه های به کمر همراهی کردند. در شعرهایی که خواندندی روی سخن به شیر داشتی و در برگردان آن گفتندی اشترشتیم بگون هرایه امداد لی آل مصطفی. این شعرها در تبریز زبان زد همگی می بود و از این رو چون در همان کشاکش های مشروط خواهی شعرهای از این سو از آن سو ساخته شدی، بیشتر آنها با این وزن و قافیه بودی و با همان آهنگ سینه زدی و خوانده شدی. باری روز تاسوعا دوچیان که به شیوه همه ساله شیر آورده بودند، گردن کشی ها و خودنمایی های بسیاری می کردن و چون در شعرهای خود به این لنگه می رسیدن، لعنت بیل قوم بی حیایه، لعنت به چنان گروه بیشر، دست به سوی آزادی خواهان داشته آنان را نشان می دادن و به دینسان کینه می جستن. پس از 10 روز محرم نیز در آن کوی روزنامه به ترکی آغاز کردند که چون به عنوان پرسش و پاسخ در میان یک مرد عامی با یک ملا نوشته می شد و عامی ملا را ملا عمو می نامید، روزنامه نیز به همان نام شناخته گردید. در این روزنامه که به ترکیه تبریزی نوشته می شد همه نکوهش و بدگویی از مشروط خواهان می رفت و خورده ها به آنان گرفته می شد. چون رنجش میر هاشم همه از برگزیده نشدن به نمایندگی انجمن می بود، بیش از همه به نمایندگان انجمن پرداخته می شد. من تا 8 یا 9 شماره آن را دیدم، ولی همانا بیشتر بیرون آمده بود. گذشته از آن گاهی نیز به فارسی چیزهایی می نوشتن و با سنگ به چاپ رسانیده می پراکندن و چون یکی از این نوشته های فارسی اکنون در دست من است، برای نمونه بخشی از آن را می آورم. این نوشته زیر عنوان هازا کتاب ناین تقاله کمال بالحق نوشته شده و چنین آغاز می شود: ای برادران هوشمند و ای معتقدان قرآن، چشم عبرت گشوده و راه غیرت پیموده و نام ایرانیت خود را که زیاده 6000 سال است که همیت و غیریت شما ایرانی ها ناسخ تواریخ سایر دول گردیده و شما ایرانی نبودید که مدت های مدید با سلاطین متعدد در میدان همیت کوس برابری زده و سر طاعت به سلاطین مستبد فرود نیاورید و حالا آن همیت ملت پرستی
و غیرت وطنداری شما را چه شده که اسیر 56 نفر قفقازی خانه به دوش شده و تصور نسازید که اینها هر یک جولیک و جیب بر نبودند، مکانی به خود معین می کردن و کسی به ایشان تصاحب می ساختی. ببینید کار مسلمانی چطور شده که جناب مستطاب عالی آقای حاج میرزا ابوالحسن آقا مشهور بنگجی می فرمایند که آیا ای وکیلان ملت، در کدام شریعت اهل محله سرخاب و شتربان واجب القصد شدند که حکم قتل ایشان را دادیم؟ میرتقی چایچی بایت خلیل در جوابش بگویند که شرح لمعه و شرایع خواندن نیست که تو بدانی و تو را با این کارها رجوع نباشد، و یک نفر مسلمان با تعصب در آنجا جواب میرتقی را ندهد که بلی آقای چایچی، اصل مقصد از مشروطه شرح لمعه و شرایع خواندن و شرع انور را جاری نمودن است و چای تلخ فروختن نیست که تو بدانی، و توهین حضرات آقایان علما و سادات را مگر در مشروطه طبیعی مذهبان و در قانون مفسدین واجب می دانند؟ چنانکه جناب مستطاب آقا میر جواد آقای پیش نماز مقصودیه که در زمان استبداد امر معروف و نهی از منکر نمودند، ایشان را کسی انکار ندارد در جنگ ثانوی به جهت اصلاح به محله شتربان آمده و حقیقت ایشان را دیده و در مراجعت به اهل سرخاب و شتربان گفته که جنگ نسازید که من رفته و اهل آن محلات را ساکت کنم. ایشان فوراً فرموده جناب مشارالیه را اطاعت کرده و ساکت شدند، اما اهالی محله جناب مزبور به حرف او اعتنا نکرده و ساکت نشدند. جناب معزی‌الله بدون غرض شخصی مفسدان وکیل نما را ایراد می کردند که چرا فرمان قتل و غارت اهل محله سرخاب و شتربان را واجب می دانند. علی مسیو در جوابش می گوید که تو هم بلاشه آمده و در محله ما چیزدار شدی و حالا از محله سرخاب و شتربان حرف لاتائل آموخته ای. اهل تبریز، مگر شما این علی موسیو را نمی شناسید و نمی دانید که موسیو چه معنی دارد و در لغت فرانسه موسیو به معنای آقاست؟ اما آن کسی که از اصل و نسب خاک پرست باشد، موسیو را مقدم دارند مثل موسیو پرین و غیره. با اینکه از اسلام به خاک پرستی برگشته، موسیو او را مؤخر سازند. این ظاهر حال و اسم آن لا مذهب و شرع سیئات باطن او قلم نویسندگان عاجز است، از آن جمله تعزیه‌داری حضرت سید الشهدا علیه آلاف و تحیه و سنا را همیشه استهزا نموده و نوح خواندن را منع و ملامت سازد، چنانکه کرات در مجالس مذاکره کرده که من بعد از سفر استانبول یک روز به عنوان تقیه به دست دلریش رفته و رنجیدم. از آن تاریخ قصر توبه نمودم که دیگر از این غلطها نکنم. لامذهبی که تعزیه داری آن حضرت را غلطکاری نامیده و از اسلامیت برگشته باشد، به کفر او دیگر دلیل و برهان لازم نیست و از خبائث فطری آنقدر تلاش کرده که اساس تعزیه داری سید الشهدا علیه السلام را پژمرده و پرشکسته می نمود. فرمان فرما در ساوچ بلاغ. اما در ساوچ بلاغ چنان که نوشتیم، فرمان فرما به آهنگ آنجا از تبریز روانه گردید و چون به میاندواب رسید، یک دست از سواره را از پیش فرستاده، فردای آن روز که 12 یا 13 ماه می بود، خود با بازمانده سپاه بدان جا شتافت. مردم شهر که از درون هواخواه ایران می بودند، به پیشواز شتافته شادی ها نمودند و بدین سان شهر دوباره به دست آمد. لیکن محمد فریق پاشا، سرکرده عثمانی که در چند فرسخی نشسته و پیاپی کردان را با آشوب برمی انگیخت، این بار کوشش بیشتر گردانید و کردان در آبادی های بیرون ساوچ بلاغ آنچه توانستند دریغ نگفتند. آبادی ها را ویران گردانیده، کسانی را خون ریختند. سپس بیشرمی را از اندازه گذرانیده، به فرمان فرما پیام فرستادند که شهر را به ما بازگذار و برو. فرمان فرما با آنکه 1200 تن بیشتر همراه نمی داشت و کردان 10 برابر فزونتر می بودند، پاسخ درشتی داده فرستاده را بازگردانی.
این بود روز شنبه 20 دیماه، ناگهان 12,000 تن بیشتر روی به شهر آورده، همه پشته های پیرامون را گرفتند و به کار جنگ پرداختند. فرمان فرما سواره و سرباز را به گوشه های شهر بخش کرده دستور جنگ و جلوگیری داد و خود نیز تفنگ به دست آمده و ایستاد. دو توپ در سرای حکومتی نهاده آتش فشانی می کردن و چون یکی از توپچیان با گلوله زده شد، فرمان فرما خود پشت توپ جا گرفت. 12 ساعت جنگ برپا بود و 100 تن کما بیش از این سو کشته شدند. با این حال کردان کاری از پیش نبرده بازگشتند، ولی در دیه ها همچنان تاراج می کردن و راه ها را بسته بودند. همان روز که این جنگ می رفت، میانه ساوج بلاغ و میان دواب راه را زده برخانه و 8,000 تومان پول را که برای فرمان فرما فرستاده شده بود یغما کردند. در این میان چشم فرمان فرما و مردم ساوش بلاغ راه می بود که از تبریز یا تهران یاوری رسد، ولی 20 روز گذشت و جز دسته اندکی از شاه سبن به آنجا نرسید. محمد علی میرزا روز فردای نشست 22 دیماه به شیرینکاری خود به تلگرافخانه دربار رفته و به سران ایلها و سرکردگان سوار آذربایجان تلگرافها زده بود که به یاری فرمان فرما شتابند، ولی چون روی کاری می بود در بیرون نتیجه دیده نمی شد. از آن سوی دولت رفتار نیرنگامیزی پیش گرفته، چنین می گفت: عثمانیان چون آگهی جنگی نفرستادند، نباید ما با سپاه آنان جنگ کنیم و تنها باید به سرکوب ایلهای نافرمان کوشیم. به فرمان فرما نیز دستور فرستاده بودند که جز با کردان جنگ نکنند، در حالی که عثمانیان آشکار مرز را شکسته به خاک ایران در آمده بودند. از آن سوی درباره ساوج بلاغ چون از کردان کاری پیش نرفت، خود فریق پاشا به کار برخواسته با سپاه و توپ رو به سوی شهر آورد. فرمان فرما کسی فرستاده پیام داد که شما هنوز آگهی جنگی نفرستاده اید، چگونه به سر شهر می آیید؟ فریق پاسخ داد: آگهی جنگی بالاتر از این چه باشد که با 20,000 سپاه و 6 توپ تا نیم فرسنگی شهر آمدم. اگر تا 6 ساعت دیگر از شهر بیرون نروی، بیدرنگ جنگ آغاز خواهیم کرد. از این پاسخ فرمان فرما را تا به ایستادگی نمانده شهر را رها کرد و به میان دعا بازگشت. بدین سان یک داستان ننگالودی رخ داد. عثمانیان به شهر در آمد استوار نشستند و این شگفت که باز می گفتن ما به خاک ایران نگذشتیم. محمد علی میرزا و وزیرانش نیز می گفتن عثمانیان هنوز آگهی جنگی نفرستادند. فرمان فرما در میان دواب نشسته سپاه گرد می آورد. در این هنگام از حاجی محمد رضا نامی از بازرگانان کاشان کاری رخ داد که باید نامش در تاریخ بماند. با آن اینکه از عراق 500 تومان پول برای فرمان فرما فرستاد که در راه جنگ به کار برد. فرمان فرما پول را پذیرفته با تلگراف سپاس گذارد. از آن سوی چنان که گفتیم در این کشاکش با عثمانی، دولت‌های روس، انگلیس و آلمان نیز دلبستگی می‌نمودند و گذشته از این لشکرکشی‌ها و کوشش‌ها، گفتگوهای نیز در تهران و استانبول کرده می‌شد. نیز کمیسیونی در نزدیکی‌های مرز برپا و گفتگو از خط مرز می‌رفت. عثمانیان اگر برخی از خاک ایران را از آن خود می‌شمردند، ساوج بلاغ از آن جمله نتوانستی بود. از این رو عثمانیان ناگزیر مانده روز 1 اسفند ساوج بلاغ را رها کرده پس نشستند و کردان سرکش نیز به شیوه همیشگی خود از در پشیمانی در آمده بار دیگر به ایران بستگی و فرمانبرداری نمودند. شگفت‌تر از همه آن که چون این آگاهی به تهران رسید، محمد علی میرزا دستاویزی برای شیرینکاری پیدا کرده دست خط پایین را به مجلس فرستاد. احتشام السلطنه: تلگرافی الان مبنی بر حرکت فریق از ساوج بلاغ رسید. چون برای دولت و ملت مژده بود، فرستادم ملاحظه نمایند و فردا در مجلس علنی قرائت نمایید که ملت بدانند من آرام و راحت خود را حرام کرده در مراجعت فریق و در این پشیمانی توایف یاغی بدون خونریزی چقدرها اقدامات و زحمات را کشیده هم. امیدوارم با همراهی و اتحاد معنوی مجلس مقدس با دولت همه کارها اصلاح شود. شهر محرم الحرام 1326. بدینسان به یک کار ناکرده می نازید. در حالی که همان روزها کردان در پیرامونهای ارومی تباهکاری به اندازه می نمودن و پیاپی تلگرافهای ناله از مردم می رسید، همچنین نایب حسین کاشانی و پسرانش در کاشان در ستمگری بیچیزی دریغ نمی گفتن. با آواز مردم به دادخواهی بلند می بود.
از آن سوی عثمانیان با آن کسابش بلاغ را رها کردن، از خاک ایران بیرون نرفتن و از کمیسیون کوشش ها نیز نتیجهی به دست نیامد. رخداد هشتم اسفند. محمد علی میرزا همچنان با مجلس رفتار نیکو می نمود و می توان پنداشت که این هنگام از نبرد با مجلس نومید گردیده و خواه و ناخواه گردن به نگهداری آن گذارده بود، زیرا چنان که گفتیم هر پیش آمدی را دستاویز گرفته گام دیگری به سوی دوستی با مجلس بر می داشت. از جمله در آغازهای اسفند چون مجلس توانست قانون انتباعات را به پایان رساند، شاه آن را فرصت شمرده دست خطی به نام خوشنودی و خرسندی از کارهای مجلس فرستاد که در نشست هفتم اسفند 24 محرم 1326 در مجلس خوانده گردید. لیکن فردای آن روز که آدینه هشتم اسفند 25 محرم می بود، داستانی رخ داد که به یک بار آب را گلالود گردانید. آن روز محمد علی میرزا برای گردش آهنگ دوشان تپه را داشت و چون با شکوه و دبدبه از دربار بیرون آمد، یک کالسکه دودی اتومبیل از جلو و کالسکه شش اسبی پادشاهی در پشت سر آن و غلامان کشیک خانه با امیر بهادر در پیرامون روانه گردیدند. با این شکوه آرایش که راه می رفتند، چون خیابان باغ وحش، توضیح حاشیه، همان خیابانی که اکنون پهناور گردیده و به نام خیابان پستخانه خوانده می شود. ادامه متن. چون خیابان باغ وحش را به پایان رسانیده خواستند به خیابان زلال سلطان بپیچند، در همانجا ناگهان نارنجکی بر زمین خورد و با یک آوای سختی ترکید. دو تن کشته شده و چند تن زخمی یافتند و شیشه های اتومبیل خرد گردید. هنوز آوای آن بریده نشده، نارنجک دیگری چند گام دورتر ترکید که با چند تن کشته شده، چند تن زخمی یافتند. شاه که در کالسکه شش اسبی می بود، گزندی به او نرسید و همین که آوای نارنجک را شنید، از کالسکه پایین آمده، پیرامونیان گردش را گرفتند و بیمناک و شتاب زده خود را به خانه کالسکه چیباشی که در آن نزدیکی می بود رسانیدند. غلامان کشیکخانه همین که آوای نارنجک را شنیدند، از هم پراکنده در اینجا و آنجا دست به تاراج و چپاول یازیدند. سپس چون شنیدند که شاه زنده است، دوباره بازگشتند و شورش و به هم خوردگی هایی که پدید آمده بود از میان برخاست. شاه ساعتی در خانه کالسکه چیباشی آسوده، سپس با پای همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.